همین تعامل خوب همین رفتار خوب که امروز داریم این راجبش صحبت میکنیم رو شما ببینید در قوانین امروز جهان گذاشتند شما وقتی که میری و میخوای حالا به طور مثال شغل مثلا بازاریاب یا رابطومی یک اداره شما باید یک دوره بگذرونید که چطوری تعامل بکنی. الان در جهان اقتصاد میگن اونایی که فروشنده هستن باید یک دوره ای رو بگذرونن که تعامل خوب بلد باشن این تعامل خوبه چه جوری به وجود میاد با همین لبخندی که رسول الله علیه و السلام میگه صدقه است و... و واقعا صدقه است پاداش معنوی میگیریم چقدر شما لذت میبری بری, بری توی فروشگاهی که ج... از اونجا خرید بکنی که اون فروشندش همراه با خودش رفتار خوب لبخند و برخورد مناسب شما یه کالایی میخوای بخری راجبش توضیح بده نمیدونم با برخورد خوب شما رو مشاید بکنه نمیدونم همه این, این تعامل خوب الان تاکتیک فروشه روشی است که میرن برای اینکه این آموزش ببینن که این اتفاق بیفته اگر ما به عنوان مسلمان و مؤمن اینو در خودمون نهادینه بکنیم لازم نیست تاکتیکی به وجود داشته باشه ما فروشنده عملا فروشنده مؤمن باید یک فروشنده خوب باشد اینو بذارید که حالا راجب جزئی تر اگه شد ببخشید مثل اینکه یکی ای از دوستان پشت خط بود من عضو از میخوام ازشون خواستم به به نقطه برسونم در واقع و بعد بیام خدمتون که ظاهرا تلفنشون قطع شده تماسی که داشتیم عذر میخوام از این دوست عزیزمون و اگر امکانش بود که باز تماس بگیرم خیلی متشکر میشم برای که نقطه نظراتشون رو بشنویم خب حالا ببینید شما حتما رفتید فروشگاه هایی که وارد میشی دست بید. مثلا یه جنسی رو بالا, بالا پایین میکنی میخوای ببینی مثلا کفشه چجوریه با یک چهره بد و برخورد آقا دست نزن تو اصلا خریدار نیستی تو نمیتونم یه, تا... یه برخورد نامناسبی که شما تعامل چجوری خواهد بود با این آقا حالا چرا بگیم آقا با این آقا یا خانم با فروشنده با این, با این فروشنده قطعا ازش خرید نمیکنی مگر مجبور باشی ازش بخری مگر که این کالا رو فقط اینجا داشته باشن وگرنه حاضر گرونتر بخری ولی جای دیگه بخری جایی که باد برخورد خوب میکنن رفتار خوب دارن ببین رفتار خوب تا این اندازه تاثیر داره رو ما وقتی من حاضرم پول بیشتری بدم اما از جایی که گرانتر،, گرانتر هست خرید بکنم اما از جایی خرید بکنم که رفتارشون با من بهتر هست خب پس این یعنی ما نعمتی در اختیار داریم که با این نعمت میتونیم با رفتار خوب میتونیم این جذابیت رو ایجاد بکنیم این رفتار خوب باعث بشه که جامعهمون رو پویاتر بکنیم خودمون به روان راحتی خوب برسونیم همون دو تا فروشنده فروشنده‌ای که برخورد خوب داره و فروشنده‌ای که برخورد نامناسب داره رو کاش میشد ما در زندگی عادیشون ببینیم از نزدیک و ببینیم که همین تعامل نامناسب و سختی که با مردم میکنه اون فروشنده این ابوس و این آیه قرآن هستش دیگه ابس و بسر ثم ابس و بسر همراه با ترش روی همیشه این بسرم هست این این اخم همیشه ترش روی هم همراهش هست رفتار نامناسب هم هست و دلچرکین بودن تا به دنبالش هست و و قص علا کسی که دیگه وارد این جرگه شد که حالا با مردم تروش بکنه نمیدونم تعامل روح خودش همیشه ناراحت هست از مسائل مختلف بدبینی ها رو همراه خودش هست همراهش داره و تبدیل میشه به یک عنصر منفی منفور در جامعه هیچ کس حاضر نیست باش تعامل بکنه خودش هیچ سودی به جامعه نداره و قطعا ما به عنوان یک کسی که میخوایم پیرو دین اسلام باشیم و پیرو قوانین الهی گریزان باید باشیم از این گونه برخورد و این گونه تعامل